همه شما دوستان عزیز مهربون، فرهاد متقی هستم، خبرنگار مستقل آزاد، بازم با اخبار خاموش در خدمت شما هستم. امیدوارم که تلاش این 24 ساعته مورد پسند شما واقع بشه. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم، یه عرض تسلیت دارم به همه مردم شریف ایران، بلخص مردم شریف آبادان، که نمیدونم چرا هر موقع که سختی قرار بیاد، هر موقع که قرار متاسفانه قتل عامی انجام بشه، قرعه به نام شهر آبادان میفته. دوبار دو اتفاق تلخ، یکی سینما رکس آبادان، یه دونم که الان این برج دوقلو متروپول، که هر دوتاش هم کار همین نظام خونخوار جمهوری اسلامی بوده. امیدواریم که بتونیم با همدیگه یکی بشیم، حداقل انتقام آبادان از جمهوری اسلامی بگیریم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، ازتون خواهش میکنم اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، و اینکه در هر زمانی که ویدیو رو میبینید لطفا لایک بزنید تا به فارسی زبانان بیشتری اخبار بدون سانسور پیشنهاد داده بشه. بریم سراغ اخبار. از کجا شروع کنیم؟ ترور حسن سیاد خدایی، پیام روشن اسرائیل به جمهوری اسلامی از قلب تهران. سپاه در بیانیه گفته سرهنگ پاسدار حسن سیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی کشته شد. سپاه در بیانیه خود از این سرهنگ به عنوان مدافع حرم نام برده. سپاه اطلاعات بیشتری منتشر نکرده، ولی خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن سیاد خدایی ساعت 4 بعد از ظهر توسط سرنشینان یک موتورسیکلت و در حالی که قصد ورود به خانه اش رو داشته ترور شده. این خبرگزاری نوشته که عوامل سوء قصد پس از شلیک 5 گلوله متواری شدند. ابراهیم رئیسی درباره این ترور گفته که به باور او در این سوء قصد دست استکبار جهانی و کسانی که در میدان از مدافعین حریم و حرم شکست خوردند دیده می شود. رئیسی همچنین گفت تردید نداره که گرفتن انتقام این سوء قصد حتمیه. نظر من این مدل صحبت کردن رئیسی خیلی به کامالا هریس میخوره. اگه این دوتا با هم ازدواج میکردن بچهشون قطعا سیم خاردار میشد، ولی فکر میکنم که خیلی سخنوریش دیگه عالی میشد. مجید میر احمدی ببخشید، تاکید رئیسی بر انتقام گیری در حالی بیان میشه که هنوز انتقام قاسم سلیمانی نگرفتن و همین انتقام گرفتن واسه بنبست در مذاکرات هم شده. مجید میر احمدی دبیر شورای امنیت کشور اسرائیل مسئول ترور حسن سیاد خدایی دانسته و هشدار داده که انتقام سختی در انتظار آنهاست. همچنین همزمان با کشته شدن حسن سیاد خدایی، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که او از برنامه ریزان کشتن اسرائیلی ها و یهودیان و ضربه زدن به منافع یهودیان در برخی از نقاط جهان بوده. موشه یعلون وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره کشته شدن سید خدایی گفت نمیدونه چه کسی عامل کشتن او بود، اما کار را به خوبی انجام داده. او گفت جمهوری اسلامی عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است و اسرائیل خود را در شرایطی میبینه که به قول معروف کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. وبسایت روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت که پرتیراژترین روزنامه اسرائیل هم هست، با استناد به یک منبع خبری نوشت که سیاد خدایی برای اجرای عملیات خرابکاری علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان برنامه‌ریزی کرده بوده. یدیعوت آخرونوت اضافه کرده موساد پیشتر تمام برنامه‌های خرابکاری سیاد خدایی رو خنثی کرده بود. به گفته یوسی ملمن، گزارشگر ارشد امور جاسوسی اسرائیل، حسن سیاد خدایی فرمانده عملیات تروریستی علیه اسرائیل و اهداف یهودی در آفریقا، ترکیه، آمریکای لاتین و قبرس بوده. و اما شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفته سیاد خدایی منصور رسولی رو مأمور کشتن کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول کرده بوده. این شبکه فاش کرده که قرار بوده کنسول اسرائیل در استانبول ترور بشه. بعد از کشته شدن سیاد خدایی، رسانه‌های اسرائیل به ویژه شبکه‌های تلویزیونی سوء قصد هدفمند در قلب تهران رو پوشش خبری وسیع و سریع دادند. اکثر این شبکه‌های اسرائیلی سیاد خدایی رو دستیار ارشد قاسم سلیمانی در مأموریت‌های سوریه و عضو نیروی قدس سپاه معرفی کردند. روی شارون، گزارشگر امور نظامی شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، تاکید کرد که اکثر سوءقصدهای هدفمند پیشین در ایران که از سوی منابع خارجی به اسرائیل نسبت داده شده در ارتباط با مهره‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و حال کشته شدن سیاد خدایی ممکنه که مرحله جدیدی از اقدامات علیه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه.
به گفته شبکه کان، کسانی که برنامه ریز این عملیات بودن آمادانه این ساعت روز را در قلب شلوغ تهران انتخاب کردن تا نشون بدن که هیچ هدفی در ایران مصون نیست. آمیخای اشتاین، یک گزارشگر دیگه شبکه کان، به نقل از یک منبع امنیتی گفت که برنامه ریزی و اجرای عملیاتی مانند کشته شدن صیاد خدایی تنها در توان ما اسرائیل و آمریکاست. همزمان منابع العربیه دوشنبه 2 خرداد خبر دادن که اسرائیل در مرزهای شمالی با سوریه و لبنان حالت آماده باش اعلام کرده. بعد از این خبر بلافاصله یه جالب هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده که یک شبکه وابسته به موساد رو دستگیر کرده. سپاه پاسداران انقدر خنده‌داری مطلب رو گفته که الان فکر کنم شما هم اگر گوش بدید قطعا خندتون میگیره. از دستگیری اعضای یک شبکه از اراذل و اوباش مرتبط با موساد خبر داده. حالا شما خودتون فکر کنید چجوریه یه دسته اراذل و اوباش، یعنی مثلا یه سری قمه دستشون سر چهارراه وایسادن، اینا رفتن اونا رو گرفتن که اینا با موساد در ارتباط بودن. احتمال زیاد متوجه شدید که داستان چیز دیگه میتونه باشه، نمیگم هست. من یه تماس که داشتم با یکی از دوستانی که در داخل کشور داشتم، کسایی که به حال به نوعی اطلاعاتی و بعضی وقتا لطف دارن در اختیار من میذارن، گفتن کار عوامل داخلی بوده. این آقای حسن صیاد خدایی جزو سردار سپاه بوده که دقیقاً در بعد از سال 88 تقریبا از بدنه نظام فاصله گرفت. و برای همین هم است که شما یه سرداری پیدا کنید که جنوب شهرتون وضعیت زندگی کنه، همشون تو شهرکای مربوط به خود سپاه غیره هستن و همشون با ماشین ضد گلوله غیره میان میرن اون ور اونور. گفتن که کار داخل بوده، کار خارج نبوده، مثل بقیه ترورهای هسته‌ای که انجام شده. حالا این ترور هسته‌ای نیست، ولی اینم گفتن که کار خود داخل بوده، برنامه‌ریزیش انجام شده و همونجا. به حال چجوری ممکنه که در قلب تهران بیان با پراید کوچه رو ببندن، بعد بیان تیر بزنن تو روز روشن رو بذارن برن؟ مظفرین که بعد از اونم سریع شروع کردن گفتن آره همه کاره این بوده. و البته اسرائیل چوقه بعدش نمیاد، همونطور که علنا هم نگفته من زدم، ولی به حال این جزو مسیرهایی که به ابهت اسرائیل در دنیا اضافه میکنه. ولی بیشتر به نظر میاد که کار خود عوامل داخل باشه. الان هم دارن دنبال این میگردن که حالا الان موقعیتش داریم، یه سری رو دار بزنیم به این بهانه، یه سری رو دستگیر کردن به اسم اراذل و اوباش مرتبط با موساد. یعنی اولین باریه که ما داریم میشنویم که یه سری اراذل و اوباش ممکنه با موساد در ارتباط بوده باشن. خدا به داد برسه که الان دوباره کیا رو میخوان اعدام کنن. اما بریم سراغ ریزش ساختمان متروپول در آبادان که امروز قلب هممون رو به درد آورد. کار ساخت برجای دوقلوی متروپول به عنوان بزرگترین و کاملترین مجموعه پزشکی، اداری، تفریحی، تجاری و پارکینگ طبقاتی آبادان در منطقه جنوب غرب خوزستان در مراحل پایانی قرار داشت که بنا به دلایل فنی متوقف شد. امروز متروپول متاسفانه فرو ریخت. این بلایی هستش که بارها و بارها جمهوری اسلامی سر مردم ما آورده و الان هم داریم میبینیم که خیلی چیزی عوض نشده. ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم خیلی از عزیزامون رو نظام به قتل رسونده. مستقیم اونایی که مستقیم گلوله زده بهشون، دستگیرشون کرده، خود وادار به خودکشیشون کرده، یا به خاطر بیکفایتی مدیرانی که سر پست گذاشته، تصادفات جاده‌ای، خیابونی، نمیدونم ریزش چاله های مترو گرفته تا ریزش ساختمون ها، پلاسکو و غیره، متاسفانه از زمانو از دست دادیم. به دنبال ریزش بخش های ساختمان متروپول مردم گزارش دادن که شدت این حادثه به قدری بوده که ساختمان های اطراف به شدت لرزیدند و احتمالی که ساختمان مجاور این برج هم فرو بریزه بسیار بسیار بالاست. نگاه کنین کامل ریخت. مغازه ها پایینش هم همه پر بود، همه گیر کردن. چهار کشته و 55 زخمی تا این لحظه فقط عدد کمیه که واسه این اتفاق تا حالا گفته شده، به خاطر اینکه قطعا میدونید که اون زیر هنوز مشخص نیست که چه خبره. هلال احمر تعالی گفته 80 نفر زیر آوار هستن. گزارش های منتشر شده که پیمانکار مالک ساختمون بازداشت شده. اما مردم آبادان میدونن باید یقه کیو بگیرن. مردم آبادان
حسین حمیدپور شهردار آبادان رو به دلیل صادر کردن مجوز با وجود همه ایرادات فنی در خیابان به طرز شایسته کتک زدند. شهردار آبادان حمیدپور. فقط میخوام بگم که اگر ما واقعا همون اول انقلاب، همون موقع که خمینی اومد، فرداش که چیزی مجانی نکرد، یه همچین حرکتی میکردیم، چقدر الان جلو بودیم ما. یعنی مطمئن باشید 2-3 ساله اینو جمع میکردن میرفتن. ولی این فیلمی که داشتم میدیدم، داشتم فکر میکردم که قطعا دور نیست اون روزی که اینا رو عمامه کشون همینجوری تو خیابون تا دادگاه ببریم. بله، تا دادگاه ببریم، چون ما مثل اینا نسل جنایتکار و قاتل نیستیم، بلکه ما میخوایم اینا در یک دادگاه عادل قطعا محاکمه بشن. اما سعید حافظی، روزنامه‌نگار حوزه خوزستان، در یک توییتی نوشته: یک سال فریاد زدم که برجای دوقلو عبدالباقی ریزش میکنن، اسناد نشست برجا رو پیش از تکمیل ساختمان منتشر کردن، ولی حاصل فساد غلامرضا شریعتی، سازمان منطقه آزاد و غیره، امروز سینما رکس دیگری ساخت. این روزنامه‌نگار ویدیویی که پارسال درباره این ساختمان منتشر کرده بود و دوباره بازنشر کرد. جالب بدونید که برای اینکه مردم از بیرون نبینن که اون پایین چه خبره، دور تا دور طبقه اول داربست زده بوده و به اون گونی زده بوده که تو دیده نشه، چون انقدر این شکم دادن ستون‌ها از با چشم غیر مسلم قابل دیدن بوده که قاعدتا میتونستن مردم ببینن و این حرکت رو اینجوری زده. سعید حافظی در یه توییت دیگه نوشته: فاجعه امروز برج دوقلو متروپول درست مثل پلاسکو و سینما رکس. همزمان مردم در خیابان‌های آبادان با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، آبادان بیچاره صاحب عزاست امروز، ناراحتی و غم خودشون رو ابراز می‌کردند. بله، این شاید یکی از جملات درست اما بسیار دردناک جمله بود که در آخرین ثانیه ویدیو یکی از هموطنان آبادانی مون گفت که آبادان صاحب نداره. بله، متاسفانه ایران صاحب نداره. در همین حال یگان ویژه و پلیس ضد شورش از مرکز استان، بله استان خوزستان، به آبادان اعزام شدند. یعنی الان واقعا جای خالی اوناست که توی این وضعیت به جای اینکه کمک‌هایی که داره میره کمک‌های برای آواربرداری باشه، پزشکی باشه، غیره باشه، یگان ویژه و پلیس ضد شورش اعزام کردن. سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت تیم آتش نشانان و نیروهای امدادی که در حادثه ساختمان پلاسکو اقدام به امداد رسانی کرده بودن، در حال اعزام به آبادانن. حالا ببینید چند روز طول می‌کشه که اونا برسن اینور. مدیر عامل هلال احمر استان خوزستان گفته تیم 4 تیم امدادی، مدیرعامل هلال احمر استان خوزستان گفته 4 تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با 2 تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای ست نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمنسازی صحنه آغاز شده. به گفته وی تیم واکنش سریع استان همچنین بیش از 50 نیروی امدادی از شهرهای همجوار برای اعزام به محل حادثه آماده باش هستند. معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی آبادان از شهروندان خواسته با ترک محل حادثه با روند خدمت رسانی کمک کنند. من فکر می‌کنم تا همینجاش هم مردم بودن که تونستن کمک بکنن، چون صحنه‌های اولیه اصلا وضعیت به قدری وحشتناک بودش که مردم با سونستن سیر از زیر آوار در بیارن.
رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با استاندار خوزستان دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر بسیج تمامی امکانات برای رسیدگی فوری به سانحه دیدگان و آواربرداری رو ابلاغ کرد. حالا نمیگفت مثلا چه اتفاقی میافتاد، نمیدونم کدوم امکانات. وزیر کشور هم در تماس تلفنی با استاندار خوزستان خواستار به کارگیری همه امکانات برای رسیدگی فوری به حادثه دیدگان و نجات محبوسان احتمالی زیر آوار شد. معاون اول رئیسی هم در تماس‌های تلفنی جداگانه به استاندار خوزستان و فرماندار آبادان دستورات لازم برای بسیج امکانات جهت کمک. همش چرت و پرت. یعنی اصلا آدم واقعا میمونه، هر چیزی که داریم میبینیم همش چرت و پرت. این دستور داده گفته همه امکانات رو بذارید، اونم دستور داده گفته همه امکانات رو بذارید. کدوم امکانات؟ دیدید با بولدوزر دارن سعی میکنن آواربرداری کنن. یعنی یه نفر اون زیر زنده بوده تا الان مرده، لودر آوردن دارن میزنن زیر آهنا بلندش کنن. این وضعیت فعلیه. اینم جالب بدونید که اخطاریه ریزش بوده که قبلا صادر شده بوده، اما پول تونسته بوده همه رو بلاک کنه، تقریبا همه اتفاقات رو جلوشو بگیره. و این هم مراسم افتتاح برج اداری پزشکی متروپول آبادان در سال 98 که این فاجعه امروز اینجوری رقم خورد. اما فعالیت مخفیانه نیروی دریای سپاه در حوزه دریای سرخ، مایکل سیگال سرهنگ بازنشسته و پژوهشگر نظامی گفته نیروی دریای سپاه به طور مخفیانه در حوزه دریای سرخ فعال و اطلاعات جمع میکنه و به شبه نظامیان حوثی در یمن تسلیحات میرسونه. این پژوهشگر به خبرگزاری جی ان اس گفت که پس از حمله ادعایی اسرائیل به کشتی ساویز که رسانه‌های بین‌المللی آن را پایگاه دریایی سپاه در دریای سرخ می‌دونستند، سپاه کشتی جدیدی به نام شهید رودکی را جایگزین اون کرده که همینک در سواحل اریتره مستقره. به گفته سیگال، سپاه اغلب حضور خود در سواحل یمن را تحت عنوان مقابله با دزدی دریایی توجیه میکنه. اون میگه سپاه واقعا این کار رو میکنه، اما این برای اونها فقط یک بهونه است تا بتونن در حوزه دریای سرخ فعال بوده و به سوی حوثیان شورشی تسلیحات قاچاق بکنند. علاوه بر فعالیت دریایی در خاورمیانه و فراتر از آن، سپاه دائما تاکتیک های دریایی نامتقارن خودش رو توسعه میده، اونها رو در اختیار نیروهای نیابتی شبه نظامی خود مثل حزب الله لبنان، حماس در غزه و حوثی‌ها در یمن میذاره. سیگال یمن رو بزرگترین آزمایشگاه رزمی جمهوری اسلامی نامید و افزود محور دکترین جنگ نامتقارن سپاه در آبهای منطقه استفاده از قایق‌های تندروی بمب‌گذاری شده است که برخی سرنشیندار و برخی دیگر بی سرنشینند و با سیستم هدایت ماهواره‌ای GPS کار می‌کنند. نیروی دریایی سپاه همچنین به دنبال ایجاد امکاناتی برای پرتاب پهپاد از شناورهای دریایی. اونا هم اکنون از زیر دریاهای کوچیک برای مینی گذاری آب‌های منطقه استفاده می‌کنند و قایق‌های تندروی تهاجمی خود را در جزایر متعدد خلیج پنهان میکنن. سیگال تأکید کرد که ناوگان پنجم ایالات متحده که در بحرین مستقر استش کاملا به دکترین جنگ نامتقارن دریایی سپاه آگاهی داره و در حال آماده شدن برای مقابله با اونه. نیروی دریایی اسرائیل نیز خود رو برای مقابله آماده کرده. و اما معاون وزیر آموزش و پرورش از یک طرح مسخره دیگه به نام وام 30 میلیون تومانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس خبر داد. به گفته احمد محمودزاده، کمک هزینه تا سقف 30 میلیون تومان برای شهریه مدارس از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش آموزان اعطا میشه. یعنی در حقیقت وزیر آموزش و پرورش میخواد بگه که از این به بعد هیچ بودجه به مدارس نمیده، تا الان کم میداد، الان میخواد بگه دیگه نمیده. هر کی میخواد درس بخونه باید پولش از جیبش بده. یعنی دیگه آموزش و پرورش رایگان رفت. حالا میگی ندارم بدم، وام بهتون میدیم. در حقیقت مردم بدهکار میشن به دولت،
چرا؟ چون دارن وام میگیرن. اگر تازه در حالتی باشه که وامو به همه بدن، نگن ضامن حقوق بگیر میخوایم دو نفر که بیان نمیدونم فیش حقوقی بیارن و غیره که نسلش اصلا چند وقت لولو خورده، اگر قرار باشه به همه بدن، مردم همشون بدهکار میشن به دولت. یعنی اگه طرف سه تا بچه محصل داره، 90 میلیون تومان به دولت بدهکار میشه بابت امسال ها. یعنی سال دیگه دوباره نمیخوام برن درس بخونن، دوباره 30 میلیون دیگه اگر تازه گرونتر نشده باشه، دوباره بعد در هر بچه برن 30 میلیون وام بگیرن. حالا چجوری میخوان قسط وام رو بدن، خودش داستانی که اصلا مفصل. وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده که بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظفه وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. پس نه تنها آموزش رایگان رفت کنار، بلکه از این به بعد پدر مادرها باید به ازای هر بچه 30 میلیون تومان وام بگیرن و قسط بدن. و حالا جالب این مملکتی که اینقدر تازه شعار میدن که آقا بچه بیارید بچه بیارید، حساب کن یارو اگه الان 5 تا بچه داشته باشه، 5 تا 30 میلیون تومان 150 میلیون تومان باید وام بگیره هر سال. کاش که میشد اون آخونده بیشرفی که میگه من 14 تا بچه دارم، بیاریم ببینیم اون الان وام رو چجوری میخواد پرداخت بکنه. میدونم پرداخت نمیکنه ها، ولی بهش بگم تو اصلا کلا وجودت به اندازه 14 تا 30 میلیون تومان میارزه که بیام بهت پول بدن. چین از جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست مجازی بریکس پلاس دعوت نکرده و این یک سوژه بسیار داغ و جالب برای همه رسانه‌های دنیا شده. موضوع این نشست اقتصادی بود و بیش از 130 شخصیت سیاسی از کشورهای عربستان، امارات، کویت، مصر، تایلند، هند، حتی روسیه هم که الان دستش به خون اوکراینی آغشته است، همه دعوت شده بودند. چین میزبان نشست مجازی وزرای خارجه بریکس پلاس بود، اما در حالی که از وزرای خارجه عربستان، امارات، کویت، قزاقستان، تایلند، مصر، آرژانتین و سنگال دعوت شده بود، از وزیر خارجه جمهوری اسلامی دعوت نشد. این نخستین جلسه بریکس پلاس با کشورهای غیر عضو و برخوردار از پتانسیل عضویت بود که تحت عنوان تقویت نقش کشورهای در حال توسعه، آزادسازی بازارهای نوظهور و توسعه اصلاحات بین المللی برگزار شد. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای بریکس هستند. ظاهرا ریسک بالای کار اقتصادی با جمهوری اسلامی، ابهام در سرانجام مذاکرات، اوضاع نابسامان اقتصادی در داخل، عملا دوستان ایران از جمله روسیه و چین اونها را هم از به بازی گرفتن ایران در پیمانهای چند جانبه مهم ناامید کرده. اما علی عباسی در جشنواره کن به مشکلات اقتصاد کشور پرداخته. علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس که در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داره، در نشست رسانه‌ای این فیلم در پاسخ به سوال درباره ارتباط مضمون فیلمش با اظهارات اخیر علم الهدا امام جمعه مشهد مبنی بر اینکه مردم درباره حجاب منتظر نیروی انتظامی نمانند گفت: کشور در آستانه از هم پاشیدنه، قیمت ها همینطوری بالا میره، کمر طبقه کارگر شکسته، اما کشور ثروتمند ما کشور ثروتمندی هستیم با میلیاردها دلار بیرون از کشور و منابع بسیار بسیار داخلی، اما مشکل غذا وجود داره. علی عباسی گفته وقتی این وضعیت هست، همیشه یه چیزایی هست که حواسو پرت کنه، یک روز فرهنگ، یک روز حجاب و غیره. نه، باید درباره نان حرف زد. بسیار زیبا، بسیار درست گفته. دقیقاً مبحثیه که همه ما ایرانی دیگه فهمیدیم دیگه، نه هر موقع اوضاعشون خیلی خراب میشه، برای اینکه حواسا رو پرت کنن میان سراغ حجاب و میان سراغ ماهواره و دیش ماهواره از رو پشتمون جمع میکنن، این کارهایی که به حال حواسا پرت بشه و بره یه سمت دیگه. اما ابراهیم رئیسی به عمان سفر کرده. سفر رئیسی به عمان یک هفته بعد از اون انجام میشه که هیئتی 50 نفره از تجار و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی به این کشور رفتن. همزمان جواد اوجی وزیر نفت از توافق برای تشکیل کمیته مشترک برای توسعه میدان نفتی هنگام که در مرز دریایی دو کشور قرار داره خبر داد. در میان شش امیرنشین خلیج فارس، در حالی که عربستان، امارات و بحرین مناسبات پرتنشی با جمهوری اسلامی دارند، قطر، کویت و عمان همواره مناسبات نسبتا نزدیک با جمهوری اسلامی را حفظ کردند. اگر که حضور ذهن داشته باشید، چند روز قبل کاملا هریس رفته بود عمان، و اگر باز هم حضور ذهن داشته باشید، دقیقا در همون زمانی که کاملا هریس اونجا بود، حسین امیر عبداللهیان هم
اونجا بود. به نظر میرسه که عمان داره نقش قطر رو میگیره و سعی میکنه که میانجیگر بشه بین این دوتا، بتونه ارتباطات رو به حالت دیگه تغییر بده. این سفر رو داره در حالی انجام میشه که مذاکرات برجام در وضعیت بنبست قرار داره. دو کشور قطر و عمان در موارد متعددی از جمله برجام نقش میانجی رو بین جمهوری اسلامی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگه ایفا کردن. هنوز گزارشی از نتیجه این سفر منتشر نشده، اما ابراهیم رئیسی در مسقط گفت که همکاری های دو کشور در مسائل حوزه‌های مختلفی که در منطقه وجود داره نیز از موضوعات این سفره. و اما وکیل احمدرضا جلالی گفته وکلای او چند روز پیش از قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی کردن. تا که خبرش براتون خونده بودم، هلال موسویان گفته شواهدی ارائه شده که نشون میده آقای جلالی هیچ نقشی در شناسایی دانشمندان هسته‌ای نداشته و از همین رو خواستار برگزاری دادگاه جدید برای موکل خودشون هستن. سازمان حقوق بشر ایران هم بار دیگر جامعه جهانی خواسته تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم احمدرضا جلالی بشن. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش اخبار خارجی که امروز همونطور که رو کاور هم دید اخبار خیلی داغی داریم، میخوام یه فیلمی براتون پخش کنم از یکی از هموطنان نازنینمون در ترکیه که شرایطش واقعا شرایط اضطراری هستش. به ما تو خود ویدیو هم مونتاژ میکردم امروز گفتم ما آدمایی دیدیم که وضعیت خونهشون خیلی بد بود، ولی اولین باره که عزیزی رو داریم به شما معرفی میکنیم که متاسفانه خونه نداره، به معنای واقعی به آوارگی افتاده. این فیلم رو با هم دیگه ببینیم، امیدوارم که بتونیم در کنار هم یه کمکی بکنیم. درود به همه دوستای عزیز و مهربون. ما تا حالا توی اخبار خاموش با خیلی از هموطنهای پناهنده مون صحبت کرده بودیم که وضعیت خونه مناسبی نداشتن. خونهشون خیلی مشکل دار بود، خیلی داغون بود، ولی این اولین بار هستش که با یک خانم پناهنده صحبت کردیم که متاسفانه کلن خونه نداره، یعنی در خیابان مونده و هر روز باید دنبال شخصی باشه که در خونهشو برای یک شب روش باز بکنه تا بتونه در امنیت به دور از هر گونه خطرهای احتمالی بتونه شب رو به صبح برسونه تا صبح دوباره آواره خیابونها بشه. وضعیت این پناهنده بسیار اضطراریه. لطفاً دست به دست هم بدیم تا بتونیم یک حرکتی برایشون انجام بدیم. با سلام، من نسرین جواز هستم. حدود 5 سال و نیم به 6 سال پا گذاشتم ترکیه زندگی می کنم. الان دیپورتی دارم، کیملیک ندارم، خونه ندارم. الان برای دارو که میخوام داروی اعصاب بخورم، اونم اداره هلسینگ بهم کمک میکنه، برام دارو میفرستن، هیچی ندارم. الانم تو پارک دارن از من مصاحبه میکنن. خونه که ندارم، خودتونم دیدید من خونه ندارم. حتی اونجایی که کار میکردم اجازه هم ندادم بیاین تو اونجا عکس بگیرید یا فیلم برداری کنید. الان دیگه بی سرپناه هستم، هیچ جایی ندارم. کیملیک ندارم، بدون کیملیک هستم، آواره هستم، خونه مردم هم. این خواهر عزیزمون کاملا بی جا و بی پناه بود، انقدر که مجبور شد فیلم بردار ما تو پارک باش مصاحبه بگیره. شرایط عصبیش هم خیلی بده. بیشتر از این چی بگی؟ وقتی که خونه سرپناه نداشته باشی، وقتی که یه اقامتگاه نداشته باشی، نتونی بری دکتر، نمیتونی کارتو انجام بدی، بیشتر از اینا چی میشه؟ نتونی از این شهر به این شهر مسافرت کنی، بلیط نتونی بگیری، اینا کم چیزی نیستن. خونه از همهشون بدتر. صبحش خوبه که بیرونی، ولی شب که شد استرس و ترس آدمو میکشه. همون جایی که کار میکردم اونجا میموندم، الانم دیگه اون زن مرده دیگه
آوارم تا یه جای دیگه پیدا کنم. توی خیابون خوابیدن تو ترکیه برای مردا هم خطرناکه. من الان که اگه مثلا چون خونه ندارم بمونم تو خیابون شب تا صبح چکار کنم؟ تو سرما بمیرم یا یه آدمی به من حمله کنه چکار کنم؟ یا یکی به من تجاوز کنه چکار کنم؟ خواهر هموطن نازنینم، مطمئن باش که ما ایرانی ها همیشه پشت هم بودیم و الان هم دست به دست هم میدیم با کمک بنیاد نوروز. یه فکر میکنم بدترین طرزم فردا کجا برم، شبش کجا بمونه؟ دوست ندارم خونه کسی باشم. همش با استرس با ترس زندگی میکنم اینجا. حالا خودم که تحت روان پزشک هستم، دارو برام میفرستن، اونم از طریق وکیلم که خودم نه هزینه شو دارم نمیتونم بخرم. اگه هزینه داروهامو داشتم، هزینه دکترمو داشتم، میرفتم برای چشمم، چشممو عمل میکردم، ولی ندارم. مجبورم باید همینجوری زندگیمو ادامه بدم با سختی و بدبختی. چی کار کنم؟ از کجا بیارم؟ هیچی ندارم، هیچی. وقتی که هم چشم نداشته باشی بری یه جایی کار کنی که نمیذارن کار کنی، تو خیاطی برین قبولت نمی کنن چون چشمم نمیبینه. مثلا الان چند ماه پیش به من گفتن برای چشمم 25 هزار لیر میخواد، من کجا بیارم؟ هیچی. وقتی که هیچی ندارم، وقتی که نمیتونم کاری برای خودم انجام بدم، چه کار کنم؟ چه بگم؟ دستم بسته است، هیچ راهی ندارم، نه پس دارم نه پیش دارم. بله، این هموطن آذری زبان ما در شهر غربت آوارگی رو به رسم شکل به ما نشون داد. دیگه از این سیاهی بالاتر دیگه واقعا رنگی نیست. امیدواریم که بتونیم با کمک شما دوستان یه سرپناهی برای این خواهر عزیز هموطنمون در ترکیه فراهم کنیم تا بعد با کمک شما بتونیم یه فکرم به حال سلامتیش کنیم، هم اعصابش هم چشمای نازنینش که برای کار بهشون احتیاج داره. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید. بله دوستای عزیز و مهربون، امیدوارم که واقعا دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، بتونیم شاید یه سرپناهی هرچقدر کوچیک برای بنده خدا اجاره کنیم، شاید بتونیم مشکل چشمش رو حل کنیم. لطفاً کمک کنین، همه با هم هر چقدر هم کم اشکالی نداره، ولی در کنار هم میتونیم با کمک هم دیگه قدمای بزرگی برداریم. لطفاً باشیم برای بقیه، امیدوارم که هیچ موقع محتاج نشیم، ولی اگر محتاج شدیم لااقل بقیه هم بر ما باشن. 1-704-544-7800 تکرار میکنم، 1-704-544-7800 شماره بنیاد هستش و آدرس نوروز.org که میتونید از این طریق کمک های خودتون رو به مردم عزیزمون که در غربت گرفتار شدن برسونید. اما بریم سراغ بقیه اخبار. سفر بایدن به ژاپن و نگرانی از آزمایش هسته‌ای کره شمالی. بایدن در دومین مرحله از سفر آسیایی خود وارد ژاپن شده، سفری که هدف از آن تاکید بر تعهدات واشنگتن در قبال منطقه عنوان شده. اما نگرانی ها درباره اقدام احتمالی کره شمالی در آزمایش سلاح هسته‌ای بر این سفر سایه انداخته. بایدن فردا هم قرار در اجلاسی با رهبران استرالیا، ژاپن و هند حضور پیدا کنه که تحلیلگران معتقدند این نشست تأکیدی هستش بر نقش رهبری ایالات متحده در منطقه آسیا اقیانوسیه. اما این نگرانی وجود داره که کره شمالی در حالی که بایدن هنوز در آسیا هستش دست به آزمایش موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای یا آزمایش یک بمب بزنه. خبرگزاری فرانسه نوشته احتمال این اتفاق
زمانی که بایدن هنوز در سئول به سر میبره بیشتر بود، اما با این حال جک سالیوان به خبرنگاران گفت که این تهدید همچنان باقی هستش. سالیوان با تکرار این اظهارات بایدن که ایالات متحده آماده هر اقدامی از جانب کره شمالی هستش گفت که رهبری این کشور میتواند انتخاب بکند. سالیوان گفت اگر کره شمالی دست به اقدام بزنه ما نیز آماده هستیم که به آن پاسخ بدیم. اگر کره شمالی کاری نکنه اون وقت همونطور که قبلا هم گفتیم این فرصت رو داره که پای میز مذاکره بیاد. مقامات دولت بایدن گفتند کره شمالی تا الان به درخواست ایالات متحده برای گفتگو پاسخ نداده و حتی پیشنهاد کمک برای مقابله با ویروس چینی هم رد کرده. بایدن زمانی که در کره جنوبی بود گفت که اگر کیم جونگ اون صداقت داشته باشه حاضر تا با او مذاکره کنه. بایدن گفته در حال حاضر تنها پیامی که برای کیم جونگ اون دارد یک کلمه است: سلام. پایان کلام. بایدن همچنان در کره گفت که پوتین برای مدت طولانی باید هزینه اقدامات خود در اوکراین رو بپردازه. بایدن پوتین رو به تلاش برای نابودی هویت اوکراینی متهم کرد. بایدن همچنین ضمن اشاره به موضع چین در بحران اوکراین گفته پکن در پرونده تایوان با آتش بازی میکند. اما چند تا خبر جالب براتون بگم. ایلان ماسک که این روزا همه ما لحظه به لحظه اخبارش رو دنبال میکنیم و یه جورایی همچنین جیگرمون هم حال میاد وقتی به این چپا گیر میده، به دموکرات های جوری داره انتقام همه ما رو از اونا میگیره، یکی از توییت های کمپین کلینتون رو به عنوان اطلاعات غلط مشخص کرد. از توییتر خواسته آقا جواب بدید، یعنی شما که انقدر دنبال دیس انفورمیشن میگردید الان این یه دونه رو جوابش رو لطفا بدید. این بعد از این بوده که یکی از کاربران توییتر این توییت رو مارک کرده به عنوان دیس انفورمیشن، علامت گذاری کرده، نظر ایلان ماسک رو پرسیده. این توییت که 31 اکتبر 2016 در طول مبارزات انتخاباتی کلینتون نوشته شده بیانیه است که در پاسخ به گزارش خبری درباره سرورهای مخفی ادعایی در برج ترامپ نوشته شده بود که برای برقراری ارتباط مخفیانه با روسیه مثلا استفاده می‌شد، همون توطئه‌ای که هیلاری کلینتون با کمپینش انجام داده بود با وکلاش و غیره که یه سری هک کنن اطلاعاتو بذارن تو سرورهای ترامپ تاور رو بگن آقا ترامپ با روسیه دستش توی کاسه است، که الان خب چون مشخص شده دیگه، الان دادگاهش هم داره برگزار میشه، برای همین مشخصه که اطلاعات غلط بوده. چرا هنوز مارک نزده خود توییتر؟ کلینتون در توییت خود در کنار بیانیه که یکی از دستیاران ارشد در آن زمان جک سالیوان منتشر کرده نوشته ظاهرا متخصصان رایانه یک سرور مخفی رو کشف کردن که سازمان ترامپ رو به یک بانک مستقر در روسیه مرتبط میکنه. یکی از کاربران توییتر ماسک رو در این پیام تگ کرده و نوشته که آنها آن را به عنوان اطلاعات نادرست گمراه کننده به شرکت گزارش کردند، اما هرگز حذف نشده و برچسب هشداری هم به چسبونده نشده. این کاربر برای ایلان ماسک نوشته میخوام بدونم آیا وقتی کنترل شرکت رو به دست گرفتی اینا رو هم راست و ریست میکنی یا نه، لطفاً یه خبری به من بده زودتر، هرچه زودتر بهتر. ماسک پاسخ داده که آقا حق کاملا با اوناست. ماسک با تک کردن پاراگ آگراوال مدیر عامل توییتر و ویجی گاده که مدیر سیاستگذاری و مدیر بخش حقوقی شرکت، از اونا پرسیده چه حرفی برای گفتن دارید. همونطور که میدونید وکیل خانم کلینتون آقای ساسمن متهم به دروغگویی به FBI شده، الان دیگه متهمه، واقعا در جایگاه متهم داره وای میسته. این کسی که رفته بود تو گفته بود به FBI گفته بود که بچه‌ها من خارج از پرونده براتون یه سری اطلاعات دارم، میخوام کمکتون کنم، من سری مدارک دارم که نشون میده ترامپ عامل روسیه است. البته که حالا ساسمن ادعای بیگناهی کرده ولی داستان خیلی بودارتر از این صحبت هاست، بخاطر اینکه اون طرف خیلی خوب درام داره پرونده رو جلو میبره. اما لورن بوبرت گفته هنوز 24 ساعت از جمهوری خواه شدن ایلان ماسک نگذشته، هیچی نشده، جنبش میتو به راه انداختن. جنبش میتو معروف بودش که گفتن آقا هر کسی تا حالا بهش تعرض جنسی صورت گرفته هشتگ میتو بزنه. الان اتفاق افتاده، لورن بوبرت که جمهوری خواه هم هستش، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، فعال حقوق اسلحه، در توییتی نوشته که فکر میکنید که این مسئله اتفاقیه که تنها بعد از 24 ساعت بعد از اینکه ایلان ماسک اعلام کرد که به جمهوری خواهان رأی خواهد داد متهم به آزار جنسی شده؟
اینم توییت خانم بوبرت هستش. پنجشنبه اخباری در مورد اتهامات تجاوز جنسی علیه ماسک منتشر شد که البته ماسک همه اینا رو رد کرده. ماسک در بیانیه به بیزنس اینسایدر گفته که این قضیه داستانهای بیشتری رو به همراه داره. اون نوشت که من تمایل به آزار جنسی داشتم، بعید به نظر میرسه که این اولین بار در کل 30 سال زندگی من باشه که این موضوع داره آشکار میشه. ماسک همچنین در توییتر توضیحاتی هم اضافه کرده. ماسک نوشت حملات علیه من رو باید از دریچه سیاسی دید. این کتاب استاندارد نفرت انگیز اوناست. اما هیچ چیز منو از مبارزه برای آینده خوب و حق شما برای آزادی بیان منصرف نمی کنه. اما من برای اینم خیلی جالبه، گفتم برای این دروغو که ادعا میکنه دوستش منو برهنه دیده یه چالش دارم. فقط یه چیزو توصیف کنه، اصلا هر چیزی، زخم، خالکوبی، هر چیزی که مربوط به بخش اندام خصوصی من بشه که برای عموم ناشناخته است. ولی مطمئن باشید این کارو نمیتونه انجام بده چون هرگز همچین اتفاقی نیفتاده. حالا هیچ کس هم نمیدونه که الان مثلا جاش تتو داره، زخم داره، مثلا چی بوده، ولی این حالا مطلبی که اعلام کرده. بعد خود داستانم بوداره، یکی اومده گفته که من دوستم اینو برهنه دیده. قضیهش این بوده، گفته داشته به عنوان ماساژر اینو ماساژ میداده، این مثلا برگشته گفته که حالا تا اینجا اومدی بیا مثلا فلان و اینا که اینجوری. ولی اینکه خود طرفم نیومده، دوستش اومده گفته که دوستم اینو اینجوری دیده و بعد اومدن اینو رسانه‌ای کردن، خودش خیلی خنده داره. اما ایلان ماسک یه پیشنهادش عوض کرده با توییتر. قلب توییتریا داره میاد تو دهنشون. خیلی خوب داره ایلان ماسک جلو میره، یعنی باید واقعا اصول فنون مذاکره رو از یه همچین آدمی یاد گرفت. ایلان ماسک پیشنهاد داده که پیشنهاد توییتر رو بر اساس تعداد ربات‌ها کاهش میده، یعنی قیمت رو بیاره پایین. ایلان ماسک پیشنهاد داده که توافق رو برای خرید توییتر به مبلغ 44 میلیارد دلار و خصوصی کردن اون باید متناسب با تعداد ربات‌های این پلتفرم به حال تنظیم بشه. ماسک در پاسخ به توییت ایان مایلز چونگ که نوشته اگر 25% از کاربران ربات هستند، معامله خرید توییتر باید 25% کمتر هزینه داشته باشه، نوشته کاملا درسته. ماسک همچنین نسبت به تمایل توییتر برای رستگی به حضور ربات ها در پلتفرم خود ابراز تردید کرد و در توییت نوشت نگرانم که توییتر مانعی برای کاهش ربات ها و اکانت های فیک باشه، چرا که کاربرانش دارن روز به روز کمتر میشن. او در توییتی جداگانه نوشته آنها هنوز از توضیح اینکه چگونه محاسبه میکنن که 5% از کاربرا فیک هستن خودداری میکنه توییتر. بسیار این قضیه مشکوکه. این قضیه خیلی، یعنی اگر ایلان ماسک توییتر رو نخره، توییتر باید جمع کنه بره، چون الان تمام شرکت هایی که همه هزینه تبلیغاتی دادن 25% هزینه تبلیغاتیشون رفته تو جوب، یعنی داشتن اکانت های فیک اونا رو میدیدن. چون شما در توییتر مثلا وقتی پولی که پرداخت میکنید بابت اینه که 1000 نفر آدم آگهی شما رو ببینن، حالا اگه این 1000 نفر 250 نفرش فیک باشن، در حقیقت شما 25% پولتون ریختین دور. و اما ترامپ ادعای ارتباط او با روسیه رو یکی از بزرگترین تهمت‌های سیاسی تاریخ خوانده. ترامپ به فاکس نیوز گفت این یکی از بزرگترین تهمت‌های سیاسی در تاریخه. به مدت 3 سال مجبور بودم با او، یعنی هیلاری کلینتون، مبارزه کنم و با آن افراد بدجنس مبارزه کنم و هرگز نمیتوان آبروی ریخته را بازگردان. از کجا آبرویم را پس بگیرم؟ رابی موک مدیر ستاد انتخاباتی کلینتون روز جمعه به دادگاه فدرال گفت که اولین بار توسط مارک الیاس، وکیل ارشد کمپین کلینتون، در مورد اتهامات مربوط به ادعای وجود کانال بکدور محرمانه بین تجارت ترامپ و آلفا بانک در روسیه مطلع شده. او گفت که کمپین کلینتون به دلیل ترس از اعتبار نداشتن اتهامات فوراً وارد عمل نشد و تاکید کرد که مسئولان کمپین فاقد تخصص برای ارزیابی ادعاها هستند. زمانی که گروه تصمیم گرفت اطلاعات رو با رسانه‌ها به اشتراک بگذاره، موک آن رو توسط کلینتون اجرا کرده. موک گفت ما به هیلاری گفتیم که ما اینو داریم و میخوام اونو با خبرنگارا در میون بذاریم. او با اون موافقت کرد. موک در ادامه گفت که به یاد نمیاره چه زمانی کلینتون چراغ سبز نشون داد. تنها چیزی که به یاد دارم این است که او با این تصمیم موافق بود. او فکر میکرد که ما تصمیم درستی گرفتیم. کارمندان کمپین کلینتون با وجود عدم اطمینان کامل به اتهامات، بعداً اطلاعاتی رو که در اختیار خبرنگاران قرار دادند، انتظار داشتند که اون اطلاعات رو پخش کنه.
مک گفت امید ما این بود که آنها اون موارد رو پخش کنند و اساسی و دقیق به نظر برسه. یعنی تازه یه جوری هم گفته بودن که آقا یه جوری اینو پخش کنید که اکید بگه آقا این اصل جنسه. اسلیت داستانی در 31 اکتبر 2016 منتشر کرد و کلینتون آن را در پستی در توییتر بعد از ظهر همون شب بازنشر داد. اون نوشت دانشمندان کامپیوتر زارنگ سرور مخفی رو کشف کردن که سازمان ترامپ رو به یک بانک مستقر در روسیه مرتبط میکنه. مایکل ساسمن وکیل سابق ستاد انتخاباتی کلینتون به طور جداگانه یک نامه و اوراق سفید در حمایت از اتهامات ترامپ و روسیه به سازمان اطلاعات فدرال تحویل داده بود. جیمز بیکر مشاور کل سابق FBI یکی از بازیگران اصلی تحقیقات روسیه گفت اگر میدونست که یک مخالف ترامپ پشت این ادعا بوده به گونه دیگر عمل میکرد. او گفت اگر میدونست ساسمن به نمایندگی از کمپین کلینتون عمل میکنه احتمالاً به او ملاقات نمیکرد. بیکر که اکنون به عنوان معاون مشاور عمومی توییتر مشغول به کاره روز پنجشنبه در شهادت دادگاه فدرال گفت مطمئناً سوالات بسیار جدی در مورد اعتبار منبع و صحت اطلاعات مطرح میکرد. ساسمن به دروغ گفتن به FBI متهم شده زیرا وقتی اون اتهامات رو به سازمان اطلاعات ارائه داده به بیکر گفته بود که برای هیچ موکلی کار نمیکنه. هم الیاس و هم ماک گفتن ساسمن بدون کسب اجازه قبلی از کمپین عمل کرده. ماک در پاسخ به این سوال که آیا کلینتون ملاقات ساسمن با FBI تایید کرده یا خیر پاسخ داد که اطلاعی نداره. وقتی برای بار دوم از او سوال شد گفت نمیدانم چرا او، یعنی هیلاری کلینتون، این کار رو انجام داده. یعنی در نهایت اعلام کرده که بله هیلاری در جریان بوده. البته همه میدونن که این کل برنامه‌ریزی ها نقشه رو کشیدن، هیلاری قبول کرده، پولش از کجا اومده، کیا بودن. مسئله سر اینه که بتونن اینا رو وادارشون کنن که حرف بزنن و لو بدن تا به همین عجوزه پیر در نهایت برسن و بتونن هیلاری رو بگیرن. الان خوشبختانه مک در آخر گفته که نمیدونم چرا اجازه این کار رو داده، یعنی که در نهایت مشخصا اینه که هیلاری خودش تو داستان بوده. اما ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی دنبال کردید. بازم از تسلیت دارم و امیدوارم که آخر غمشون باشه مردم آبادان. امیدوارم که دیگه از این سوانه تلخ نبینیم، کشورمون رو آزاد کنیم که بتونیم با یک مدیریت درست و شایسته سالار کشور رو به جلو ببریم. اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید و ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک بزنید تا در فضای مجازی به فارسی زبانان بیشتری پیشنهاد داده بشه. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.